داستان دوستی دست ها با این قلم هاست. نیمبر، ناخونی، نیمبر، گل سواد. وقتی جوان ها تصمیم گرفتن تو خونه هم دست روی دست نگذارن، اردوی به اصفهان رفتیم از طرف امداد. اونجا ما رو با کار قلم زنی آشنا کردن. خب اونجا بود خیلی خوشم اومد و برگشتیم سمنان. کار درست های قلم زنی تو استان خودمون دست به کار آموزش شدن. بچه های کمیته امداد تشریف آوردن کارگاه ما، یک سال دوره دیدن. اون نهالی که کاشتیم داره به نتیجه میرسه. حمایتگران هم دست این علاقمندان رو به گرمی گرفتند. وام مشاغل خانگی تقریبا 5 میلیون تومان کار خودشون آغاز کردن. الان هم به صورت سفارشگیری کار انفرادی انجام میدن. دستاویز بازار دائمی دست و دل این هنرآموزا رو هم بیشتر به کار میبره. ما تو روستاییم، بعد تو روستامون الان کارگاه باز شده، ما اونجا کار میکنیم. چند نفر شاغلی؟ 6 نفر. خدا رو شکر درآمد کافی دارن. هر کدوم از اینا تقریبا خرج زندگی و روزمره خودشون در میارن. دست به دست شدن غرفه های نمایشگاهی با حضور استان های صاحب نام و صاحب سبک مس و قلم زنی الان داره جاشو به هنر دست هنرمندان همستانی میده. عمده بازارمون تهران، اصفهان. ما از اینجا جنس اصفهان هم میفرستیم. دست آخر این که برای اشتغال پایدار باید دست به دست هم بدن برای تولیدات انبوه کارگاهی. احیای هنر صنعتی که با تکیه بر دو رکن آموزش‌های تخصصی و تولیدات ابتکاری و بروز، حالا دست به قلم شدن رو تو این صنعت برای اشتغال با این صدای گوشنواز ماندگار